you <laughs> بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر تو ای فرزند خلف آدم سلام بر تو ای معنای انسانیت سلام بر تو ای حامی دین و قرآن و پیامبر سلام بر تو ای حسین ابن علی علیه السلام سلام علیکم وقت شما عزیزان بخیر باشه جور و مند باشین از هایتان قبول باشه افتخاری است برای بنده و همه همکارانم در تلویزیون جهانی هادی که در این شبها و روزها می در خدمت شما عزیزان باشیم لحظاتی را امشب بنده و همکارانم توفیق داریم تا با گفتگوی هر شبی که از این شبکه در خدمت شما تقدیم میکنیم به وقت بیداری لحظاتی را با شما عزیزان همراه باشیم و بیدار هستیم که برنامه ایم شب تا پایان انشاءالله دنبال بفرمایید و برنامه ای باشه که مفید شما عزیزان امشب در خدمت جناب استاد رسولی هستیم و موضوع برنامه امر به معروف و نهی از منکر دو واجب فراموش شده است بر اساس خطبه حضرت امام حسین علیه السلام در منا السلام علیکم استاد خوش آمدید تسلیح درست عليكم علیکم السلام ورحمة الله و برکاته محضر شما هم تسلیت و دارم امیدوارم که خدای تبارک و تعالی صلوات الله عليهم مجمعین از جمعه امام حسین برخوردار داشته باشد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و والسلام و سلام رسول الله وعلى علی آله آل الله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین بینندگان عزیز و دنبال کنندگان همیشگی در هر جایی که هستین السلام علیکم و رحمت الله و برکات و موفق و فیروز باشید و خدای سبحان توفیق از خالصانه سید و سالار و شهیدان امام حسین علیه السلام را به همه شما حقیر و همکاران ان شاء الله لطف و کرامت بفرمایید در خدمت شما سلامت باشین استاد همه ما بینندگان و بنده حقیر مشمول لطف خداوند شدیم که امشب هم شما در برنامه تشریف دارین و موضوع برنامه رمضان در جریان قرار گرفتن امر معروف و نهی از منکر دو واجب فراموش شده بر اساس خطبه ای که حضرت امام حسین علیه السلام و سلام در مینا ایراد فرمودند خطبه بسیار مهم که البته کمی هم محجور واقع شده و می که امشب بررسی کنیم در خدمت شما استاد گرامی اما سوالی که در همین ابتدا شاید در ذهن بعضی از دوستان هم باشه چرا خطبه امام حسین در مینا و شاید هم این خطبه در همان سالی که ایشان به شهادت رسیدند ایراد نشده باشه بله خدمت شما و بینندگان عزیز باید عرض کنیم خب قیام امام حسین علیه السلام عوامل زمینه ها انگیزه های مختلفی دست به دست هم دادن تا این قیام شکل بگیره و برای همیشه در تاریخ مسجل شود و همونطور که رسول خدا صلی الله علیه و, علیه و سلم فرمودند ابن الحسین مصباح الهدا و سفینه نجات چراغ هدایت باشه و کشتی نجات. نجات و ما الحمدلله و المنه میبینیم که هرچه ما از زمان قیام امام حسین فاصله میگیریم نه تنهایی که این قیام و این خیزش به فراموشی سپردن نمیشود که بماند روز به روز خون مظلومانه ابی عبدالله علیه و السلام به جوش بی آید و این قیام در اقصان نقاط عالم به گوش جهانیانی که ممکن من در سالهای قبل اصلا خطور نکرده بوده فعلا برسه از طریق رادیو از طریق تلویزیون از طریق فضای مجازی و اینترنت خب در اقصانقات عالم پیام امام حسین علیه السلام به گوش جهانیان با میشه می و صحنه ها و مجالسی که قبلا مردم امکان رؤیت و دیدنش نبود فعلا برای همه قابل رؤیت شده و اما خب ما گفتیم یک خیزش و یک انقلاب و یک حرکت قطعا عوامل لازم داره ما برای از بتوانیم به خوبی زمان قیام امام حسین و یک مقداری عقبتر را برگردیم و بتونیم موارد بررسی قرار بدیم که چی گپ بوده چی داستان بوده چه خبر بوده که امام حسین علیه السلام جان خودش و عزیزان خودش را بر گرفت و چنین انقلابی را ایجاد کرد خب هر کس ممکنه صحبتی داشته باشد از یک دریچه و از یک زاویه به این قضیه نگاه کنه خب ما از همه بهتر است که به سخن خود امام حسین علیه السلام مراجعه کنیم و ببینیم که امام حسین جامعه امروز را چگونه میدیده و چرا این خطبه را ایراد کرده نکات بسیار زیبا در این خطبه موجوده که وقتی خطبه از اول تا آخر خوانده شود یک فضای کاملا روشن از جامعه امروز و علتی که امام حسین علیه السلام قیام را انجام داده کاملا برای ما و بینندگان روشن و مسجل میشه بسیار بس تشکر بسیار کنجکاف شدیم استاد که این خطبه در چه سالی ایراد شده و حاوی چه نکاتی هست من احساس میکنم که از او شبهایی است که بسیار اطلاعات نو، تازه و مفیدی حضرت عالی به ما و همراهان بتونید انشاءالله که همینطور باشه او چیزی که روایت شده از خطبه تقریبا در سال 58. و یعنی دو سال قبل قبرز. از مرگ معاویت ابن عبی صوفیان ایراد شده شما در جریان هستید که معاویت ابن عبی صوفیان بعد از او همه بیدادگری هایی که انجام داد که آخرین بیدادگریش ای بود که یزید را به عنوان خلیفه و جانشین بعد از خودش چکار کرد؟ معرفی کرد در عین حالی که با سبت اکبر امام مجتبا پیمان صلح بسته بود و یکی از مفاد صلح ای بود که حق ندارد بعد از خودش رهبر و جانشین برای جامعه اسلامی چکار کنه؟ تعیین کنه اما این کار را کرد در نیمه ماه رجب سال شست معاویه از دنیا رفت و این خطبه دو سال قبل در سال 58 عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر میگه که ما در این سال در رکاب امام حسین علیه السلام بودیم و حج به جا آوردیم امام حسین در صحرای منا میگه حدود هزار نفر را یک جای جمع کرده بود که تقریبا حدود 200 نفر از اینا میگه از صحابی پیغمبر بودن یعنی کسانی که پیغمبر را دیده بودند در محضر پیغمبر افرافت آمد داشتن و حدود 700-800 نفر دیگه تابعی تابعی کسایی که رسول خدا را ندیده اما صحابی رسول خدا را درک کرده اینا را جمع کرد و این خطبه را ایراد کرد ممکنه شما با سوال براتون خلق باشه که خب مسادر این خطبه کجاست اولین شخصی که این خطبه را در کتاب خودش قید کرده ابن شعبه حرانی هست در کتاب تحف العقول خب از کتاب که مورد مطالعه و دقت و بررسی علما قرار گرفته خب اولین بار در این کتاب نقل شده این خطبه بعد مرحوم فیض در کتاب وافی این خطبه را نقل کرده و مرحوم مجلسی هم در کتاب بحار الانوار از تحف العقول این خطبه را اونجا ذکر کرده شما گفتید حامل چه نکاتی بله بله مهمترین نکاتی که در خطبه هست ایست که امام حسین علیه و سلام جامعه امروز خودش را و علما و بزرگان و متنفذین را مورد خطاب قرار می دهد و می گوید عبرت بگیرید مبادا جامعه مثل جامعه چی شوه بنی اسرائیل شود مگر در جامعه بنی اسرائیل چه اتفاق افتاده بود در جامعه بنی اسرائیل ظلم می شد اما بزرگان دم فرو می بستن. مال مردم خورده می شد چیزی نمی گفتن حرف های زشت در جامعه رواج پیدا کرده بود اما چیزی نمی گفتن ربا خورده می شد اما چیزی گفته نمی شد و امام حسین بر حذر می داره که ما نباید رقم باشیم نهی کنیم که میشه نهی از منکر امر به معروف کنیم و بعد در ادامه امام حسین علیه السلام اثرات و برکات امر به معروف و نهی از منکر یکی یکی برمیشمره و باز خطاب میکنه به علما و علما را مورد خطاب قرار میده سرزنش میکنه اعمال زشت از اونا را تذکر میده و میگوید در این مسیرها نباید باشیم و در این مسیرها باید باشیم که انشالله باز در ادامه در خدمت نست انشالله سلام. احساس میکنم که این خطبه باید دهی برنامه حالا با توجه به فرصتی که داریم و عزیزان هم همراه ما هستن و با حضور شما انشالله بررسی خواهیم کرد بعد از این برنامه هم عزیزان به خطبه از, لاز... از, طریق فضای مجازی دسترسی پیدا بکنن متنش رو بخوانند ترجمهش هم حتما هست بخوانند انشاءالله مورد استفاده قرار بگیره. و سوالی که من دارم بسیار سوال مهمی است که در ابتدای بخش بعد از شما خواهیم پرسید شاله. سلامت بشین بازم هم عرض ارز میکنیم ایام حزن و اندوه ایام شهادت امام حسین علیه و السلام و و یاران با به با که شما نازنین همراه <موسیقی> تا بیرقت روی سرم سایه گستره است من کافرم اگر که دلم جای دیگر است از هر کجا که پر بکشم کربلا روم تا هست گنبد تو کبوتر کبوتر است بسیار تشکر میکنیم از همکاران بسیار نازدنیمان در اتاق فرمان که این بالاخره دکلمه بسیار زیباره در مورد حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام پخش کردن همه ای ما فیض بردیم بسیار زیبا بود رسم است که در شب ششم ماه محرم در تک خانه ها در مساجد حسینی ها در مراسمات ازاداری بیشتر روزه و نوحه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام خوانده میشه اگر امشب دهی ازاداری ها شرکت کردید که حتما شرکت میکنید بنده و همکاران و جناب استاد از دعای خیر خودتان فراموش نفرمایید جناب استاد رسولی عزیز سوالی که در ابتدای بخش از در ابتدای بخش از شما خواهیم پرسید ای هست که شما فرمودید که در این خطبه خطبه که حضرت در منا ایراد فرمودند ایشان در مورد در واقع برای عبرت پذیری ما مسلمانان از یهودیان و قوم بنی اسرائیل باسم فرمایشاتی داشتند علت چی هست که ایشان این طور به ما نکاتی را متذکر میشه جناب ناصری عزیز و بینندگان عزیز متوجه باشین که جامعه در حالت پیشرفت یعنی رفتن به سوی بالا از ارزش های الهی و گاهی هم در حال نزول و سقوطه یعنی این حالت داره گاهی اوج میگیره گاهی باز دوباره افول میکنه و سقوط میکنه سقوط جامعه نیست مگر به دست خود ما انسان ها بل. عمل کرده ما باعث می شود که تعجب واقعا تعجب میکن انسان گاهی از اوقات ارزش ها در جامعه تبدیل به ضد ارزش می شود و ضد ارزش گاهی در جامعه چیه ارزش پیدا مثلا جامعه صدر اسلام اون زمانی که هنوز خورشید اسلام طلوع نکرده بود یک جامعه ای بود که قتل و غارت و تجاوز و میخارگی و شب و زنبارگی و حرم سرا داشتن یک ارزش بود اما پیامبر گرامی اسلام وقتی آمد تمام اون ارزش های را متحول کرد و همه از ضد ارزش شد و ارزش های جدیدی مثل اخوت و برادری و مهربانی و ایثار و فداکاری جایش چی گرفت بنابراین امام حسین چرا این کار را میکنه و ما را بر حذر میداره از سرنوشت بنی اسرائیل به خاطری که سرنوشت بنی اسرائیل ای شد که در بسیاری از بره های زمانی جامعه بسیار سقوط کرد و جامعه بسیار دچار تزلزل شد و اینم نمیگه امام حسین مگر که قرآن چرا چون ما حدیث از پیامبر گرامی اسلام هم داریم که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی میگه من میرم یعنی ترک میکنم به شما میگم دو تا سقل دو تا سنگینی ره یکی کتاب خداست و دیگری اهل بیت ما ادامهش لازم نداریم پس امام حسین اگر چیزی میگوید از قرآن برمیگیرد پس عوامل سقوط در جامعه را و که قرآن گوش زد می کند امام حسین از قرآن می گیره و خود شاخ برگ بده برای ما توضیح می, ده می ده. و اگر ما می خواهیم جامعه ما رو به بالا باشه جامعه ما ترقی کنه سقوط نکنه باید گفتار امام حسین علیه السلام را که برگرفته از گفتار خدای سبحان در قرآن آویزه گوش قرار بدیم ما مقدمات خود بر حزم می کنیم از اینجا شروع می کنیم میگه اعتبروا ایها الناس عبرت بگیرید ای مردم از چی عبرت بگیرید به ما و, عزل بما و عزل الله بهی اولیاء او من سوء سنائه على الاحبار از یقول میگه عبرت بگیرید از موعظه که خدا کرده چی رقم موعظه کرده بد گفته نسبت به علما و دانشمندان بنی اسرائیل یعنی علما و دانشمندان بنی اسرائیل خدای تبارک در قرآن بد گفته از اینا به بدی یاد کرده کی از یقول زمانی که خدا میفرماید لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم چرا علما و دانشمندان مردم را از گفتار گناه آلود نهی نمی کنه البته آیه ادامه داره که امام حسین فقط تو همین جا بوده و اكلهم مسوحت و, و خوردن سوحت که بیشتر خوردن سوحت همون نزول و پول های چرکین بلده. و پول های آلوده بوده که او را امام حسین دیگه در اینجا نیورد پس جامعه به خاطر از اینکه نجات پیدا کنه سرنوشت جامعه ارتباط داره ما یک حدیثی هم بسیار جالب از پیامبر گرامی اسلام هم داریم که میگه طرف کشتی نشسته بود و یک میخی برداشته بود و یک دانه چکشی و قصد داشت که جای خودش چی کنه سوراخ کنه نگیش کردن که چرا جای خودت میخوای سوراخ کنی گفت به شما ارتباطی نداره جای جای خودم است پولش دادیم به اسلام امروز رزروش کردیم و دوست دارم سوراخ کنم. نهیش کردم که که جای خودت پول دادی به اسلامی را برای خودت رزرو کردی به تعبیر امروز. اما سرنوشت همه به همدیگر چی داره؟ ارتباط داره. آمدن آب از سوراخی که شما ایجاد کردی همان و بعد از مدت غرق شدن کشتی همان پس بنابراین امام حسین وقتی میگه عبرت بگیرید از بنی اسرائیل و خاطر که سقوط جامعه جلوگیری شود بعد در ادامه می و قال و باز با موسی میگوید که یعنی از طرف خدا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل میگه لعنت مورد لعنت قرار گرفتن بنی اسرائیل البته فقط در همی اندازه میگه ادامش هست علی لسان داوود که او را حضرت امام حسین علیه السلام, السلام نمیگه پس بنی اسرائیل با, با زبان حضرت داوود و در لسان حضرت عیسی بن مریم مورد لعن قرار گرفتن مورد نفرین قرار گرفتن گفتند که حقیقت شما از حقیقت دور باد لعنت و نفرین و از رحمت الهی شما دور باشین چرا؟ دشمنی کنه نداره با اونا خاطر کارهای زشتی که انجام میدادن که حالا ادامهش میگیم ترک امر معروف و نهی از منکر و منجر به خرابی و سقوط جامعه میشدن باز ادامه میده ایتالا تالا چند تا آیه قرآن ایمان مثلا خونده؟ دو تا آیه قرآن لبعث ما کانو یفعلون بد کارهای انجام میدادن یعنی خدا وقتی که میگه بنی اسرائیل لعن میشدن با زبان حضرت داود علیه السلام و حضرت ایسا خاطر کارهای زشتی انجام میدادن حالا حالا ادامه میده حالا تحلیل مال امامه و عاب الله ذلك علیهم خداوند تبارک و تعالی اینا رو که وقتی مورد سرزنش قرار داده چرا لانهم کانو یرون من الظلمه الذين بین ازهرهم المنکر والفساد مگه چون اینا میدیدن که ظلمه یعنی ظالمها پیش چشم اینا یعنی در معرض اینا در مرای از اینا کار زشت انجام میدادن ظلم میکردند منکر و فساد انجام میدادن فلا ینهونهم اینا دست روی دست گذاشته بودن اونا را مورد نهی قرار نمیدادن یعنی پس نهی از منکر نمیکردن نمی کردن. چرا نهی از منکر نمیکردن چه انگیزه ای داشتن که میدیدن فساد مال مردم خورده میشه مال یتیم خورده میشه به کسی ظلم میشه مالش به زور گرفته میشه نزول میخورن ربا میخورن غش در معامله میکنن بسیار بسیار کارای زشت در معاملات دروغ میگفتند و الا ماشاءالله الله فلا ينهونهم عن ذلك به دو علت ناصر سید شاید منافع داشته است درود بر شما بینندگان عزیز ممکنه این دو علت امروز در جامعه ما هم باشه می بینیم ظلم میشه می بینیم فساد میشه اما سکوت میکنیم اما امام حسین در سال 61 هجری و قبل از او که خطبه را خوانده سکوت نکرده رغبتن فی ما کانوا ینالون منهم از جهت چشم داشت به نعمتی که از طرف ظالم به اینا چیه میرسیده به تعبیر امروز حق سکوت میگرفتن یعنی پول میگرفتن امکانات میگرفتن موقعیت به دست میاوردن در چی؟ به خاطر ای که در مقابل اعمال زشت ساکت باشه ساکت باشه. یک و رهبتا مما یحذرون ترس از قدرت آنها ترس از شلاق. ترس از بندی ترس از حبس ترس از کشته شدن و الی ما شاء الله کیم باز امام حسین از این نمی ترسه حیات منا از الله بله. و شهیدی که امشب یادش کردیم شهادت در راه خدا و جانبازی در راه خدا به خاطر امر معروف و نهی از منکری که عموی بزرگوارش خواستار این قضیه میگه شهادت احلا من العسل اما بزرگان و ریش سفیدان و کسانی از بنی اسرائیل فقط و فقط به خاطر ترس از قدرت ظلمه سکوت کردن پس یا سکوتشان به خاطر منافع مادی و رسیدن به پول موقعیت یا به خاطر ترس جانشان بعد در ادامه چی میفرماید والله یقول می ترسین به خاطر ترس سکوت میکنین مگر قرآن نمیخواید؟ قرآن چی بگه فلا تخشوا الناس از مردم نترسید چون چه پیغمبر نترسید امیر مؤمنان نترسید امام مشتبه نترسید قهرمان کربلا نترسید و این جوان سیز جوان نیست نو جوان سیزده ساله نترسید نو جوان سیزده ساله الان ما در کجایه چی کار میکنه و چی مشغوله اما مگه شهادت در راه خدا احلا من العسل شیرین تر از اصل چرا؟ چون قرآن خوانده و تحت تربیت پدری چون سبت اکبر امام و مشتبه و عموی چون سید و شهدا عموی دیگری چون ابل فضل عباس پسر عموی چون علی اکبر و اینا بوده فلا تخشوا الناس از مردم نترسید فلا تخشه الناس و خشون از ما بترسید که تمام قدرت های عالم در ید خدای تبارک و تعالی است. پس چرا از مردم میترسید به خاطر ترس از مردم در مقابل ظلم سکوت میکنید و ادامه میدهد امام حسین بسیار بسیار زیبا بعد وارد میشه وارد گود امر معروف و نهی از منکر میشه باز از قرآن مایه میگیره جالبه و خود ایمام گفته گفته گفتار ما را هر وقت شنیدین به قرآن عرضه کنیم اگر همراه با قرآن بود اگر تفسیر قرآن بود اگر در راستای قرآن بود بپذیرید بسیار میزان و ترازی خوبی بله. دیگه. بله. میگن دماسنج دما رو میسنجه ترازو برای سنجش است دیگه حرف های ما رو با قرآن عرضه کنی میار سنجش سخن میار سنجش سخن ما قرآنه اخ اول شم پیغمبر گفت بله. بله. فیکم کتاب الله و عیدرتی. اگر مخالف با قرآن بود بله. تعبیر خود ایمه فضربوه و علا جدار یعنی ده دیوار بزنید وقال و قال استاد یک بسیار لحظات کوتاه درنگی داریم رفت و برگشت رسانهی خواهیم داشت و ادامه ای فرمایشات بسیار زیبا و مهمه خواهیم شنید ان شاء سلامت باشین با شما هستیم با وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی تقدیم درود و احترام مجدد محضر یکایک که شما بزرگواران بسیار تشکر میکنیم عزیزان ما بسیار میان برنامه کوتاه ولی بسیار پرمعنا پخش کردن حدیث بسیار زیبا از امام محمد باقر علیه الصلاه و السلام حال و هوای بسیاری از عزیزان ما بسیاری از بانیان مکتب ها و تکیه ها و حسینیه ها در این روزها همین هست همین شربت دادن و نوشاندن آب از از آداران حسین انشالله که مورد قبول واقع شده باشه پول ارتباطی را خدمت شما ایزان بسیار سریع اعلام میکنم و برمیگردیم به محضر جناب استاد رسولی عزیز نمبر مثبت 964 780 255 چهل در اختیار شما ایزان هست میتوانید پرمه های خودتان چه انتقاد باشه پیشنهاد باشه حرف های باشه با ما به اشتراک بگذارید جناب استاد در خدمت شما هستیم بخواهیم که بیشتر استفاده کنیم خدمت نرس کردیم که امام حسین علیه السلام تقریبا با هزار نفر در حال صحبت کردنه که هزار نفر هزار نفر عادی نیست صحابه پیغمبر و کسانی که تابع بودن یعنی پیغمبر ندیدن اما صحابه پیغمبر را درک کردن و, و به اینها خطاب میکنه که ما نباید مانند چی شویم بلی اسرائیل بنی بلی اسرائیلی که به لعنت خداوند گرفتار شدن به خاطر چی به خاطری که ظلم را میدیدن اما در مقابل ظلم ایستادگی نداشتند و سکوت میکردن. تا میرسه امام حسین به این قضیه و قال و امام حسین میگوید و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض میگه مؤمنین و مؤمنات برخی یا سرپرست برخی دیگری هستند دیگر. جامعه رقمی دیگه جامعه یک نیست که همه رئیس باشه یا همه چی باشه مرعوس باشه بالاخره جامعه یک سری کسایی که اینا جلودار جامعه رحبران. جامعه را مدیریت میکنه رهبری میکنه و یک دی دیگه هم خب کارهای دیگه جامعه را چی میت انجام میده مل و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض خب که چی آیه قرآن است میگه یا بالمعروف کار از میگه یا فعل یعنی کارشان که انهو پیوسته این میکاره که یا بالمعروف مربوط به زمان خاصی نیست بله امر به معروف میکنن و وینهون عن المنکر و نهی از منکر میکنن باز دوباره ما مثل خودش شروع بکنن پس مایه را خمیر مایه اصلی را از چی گرفته جناب ناصری از قرآن و خود ما مثل شروع بکنن میگه فبد فبدأ الله فبدع فبدع الله پس شروع کرد خدای تبارک و تعالی این رقم میگه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یا امرون بالمعروف فورا بعد از این گفت یا امرون بالمعروف میگه خداوند شروع کرد واسب امر معروف را گفت و نهی از منکر را گفت فریضتا یعنی واجب کرده خب ما در جریانیم که دیگه امر معروف نهی از منکر جزء فروع دین است بله منه چرا میگه چرا خدای تبارک و تعالی به عنوان فریزه و واجب امر به معروف و نهی از منکر قرار داد حالا فلسفه و علت ای که خداوند امر معروف را جعل کرد قرار داد به وجهه من و شما لعلمه به خاطر دانستان خداوند به انها به با این که همی امر به معروف نهی از منکر اذا زمانی که ادا شود و اقیبت یعنی امر به معروف نهی از منکر در جامعه برپا باشه مردم امر معروف کنند نهی از منکر کنن خب چه اتفاقی میفته استقامت الفرائض کلها بقیه فرائض یعنی نماز یعنی روزه یعنی حج یعنی جهاد ای چیزای دیگه هم اینا سر جای خودشان چیه مستقر میشن یعنی امر معروف زمینه و بستری است برای ای که بقیه فرائض و واجبات الهی به صورت راحت در جامعه چی شوه گسترش پیدا کنه و در جامعه ما به راحتی بتونیم اون رو چیکار کنیم انجام بدیم خب دیگه اگر امر معروف باشه در مسجد ها باشه مردم گران فروشی نکنن مردم ارزان فروشی کنن جالب است در بعضی از کشورها مثلا نمی الان وقتی که ما به آشورا و ها نزدیک میشیم بعضی جاها نرخ ها را الا ماشا الله میبرند بالا آیا واقعا همین رقم یعنی در, شرایطی که مردم میخواه یک برای امام حسین علیه السلام به یاد امام حسین بزن. نظر برای خدای به یاد امام حسین انجام بدن آیا وجدان یک انسان مسلمان را میپذیره که باید نرخ دو سه برابر ببری بالا؟ بلده. به حالا که گران نخریدی خب بله یک وقت گران خریدی و گران بفروش مشکلی نیست اما ارزان خریده را گران میفروشه چرا دیگه چون مردم بالاخره به با امام حسین علیه السلام علاقه منده میخرن حالا که مردم میخرن باید دیگه ما هم گران آن هم در این ایام به این بزرگی ایام به این مهمی برای مسلمان اتفاقا باید قیمت ها رو بیاره پایین باید حمایت کنن حمایت باید... کنه تا او فقیری که هم میخواهد نظر داشته باشه و هم بتونه نظر خودش انجام بده میگه استقامت الفرائز ها هینها آسانایش و صعبها و اونایی هم که حتی چیه؟ سخت. سخته تمام اینا در بستر امر و معروف و نهی از منکر زمینی انجامش چی میشه فراهم میشه باز ادامه میده وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مجا أمر بمعروف ونهي از منكر كباشا مميتونيم با اي امر معروف و نهی از منکر مردم را به چی دعوت کنیم به اسلام دعوت کنیم آقای ناصری بیننده عزیز اگر در جامعه ما امر معروف باشه نهی از منکر باشه همه چیز سر جای خودش باشه یک غیر مسلمان وقتی که وارد این کشور و این شهر و این منطقه میشه از این همه خوبی به وجد نمی آید و نمیگه که عجب دینیه عجب اعمالیه عجب کرداریه باش تحقیق کنیم ببینیم چیست خب قطعا این زمینه مسلمانی هست نه کن و به غیر علسنت میگه شما دعوت کننده باشید اما به غیر زبان متاسفانه امروز آنچه که بیشتر است دعوت زبانی, زبانی نمیگه بده نیست اما قبلش دعوت به صورت دعوت چی باشه عملی باشه وقتی که غیر مسلمان ببینه جامعه به این خوبی به این آرامش نه جنگ نه نزاع نه درگیریه ولی امروز متاسفانه جامعه که انه امام حسین علیه السلام او جامعه را که لمس میکرده با تمام وجود اما جوامع مسلمان بعد از هزار و چند صد سال میدیده که حرفا را گفته برای امروز گفته برای امروز گفته و برای آینده است ما باید گفت که شرایط امروز بعضی از جواب اسلامی دقیقاً شرایط سال 60 هجری 61 هجری بله. و 50 هجری 58 بله. هجری بعد میفرماید که دعاء الی الاسلام ما دعوت میکنیم به اسلام مع رد مظالم اما جلو ظلم ها رو چیکار میکنیم میگیریم جلب ظلم با امر به معروف و نهی از منکر گرفته میشود و مخالفت ظالم آیا انسان با ظالم مخالفت کنه ظلم ظلم جناب حسینی چه سیلی به صورت یتیم زده شوه چه گران فروشی شوه چه سر گردنه گرفته شوه چه کلانا و بزرگا مال رعیت بخوره خب بعد میگه رد المظالم و مخالفت ظالم و قسمت الفی والغنائم وقت امر معروف و نهی از منکر باشه اگر یک فای یعنی يعني یک املاکی که بدون جنگ و به دست مسلمانان میرسه بله. غنیمت هم خب اونایی که با جنگ و خونریزی جنگی اتفاق میفته و غنیمت به دست مسلمانان میرسه خب وقتی امر به معروف و نهی از منکر باشه اینا به صورت همون رقم که عدالت اقتضام میکنه تقسیم میشه اینطوری نیست که بگه چون ما فرمانده ایم ده برابر میگیرم اوی که پیاده نظامه ایش نگیره یا بگیره مو چیزایی که کاملا اصلا به درد نمیخوره و این سنت رسول خدا نبوده سنت ابتدای سنت خلفا هم نبوده بعدها متاسفانه رسوخ پیدا کرد که برخی ها اضافه می گرفتند برخی ها کم می گرفتن. عرب اضافه تر می به عجم اصلا نمی رسید به سفیدا بیشتر می دادند به سیاه ها کم می دادند الا ما شاء الله قدر تقسیم غنائم و فای ناعادلانه بود جناب ناصری بزرگوار و بینندگان عزیز که در تاریخ نوشته وقتی برخی از کسانی که نامدار بودند، مردند و خواستن ما و دارایوهای از اینا را با با بین ورسه تقسیم کنند، شیمش های را با تبر، این از کجا آمده؟ نمیشه مگر که حقی از مظلوم گرفته شود، اندکندک روی همدیگر انبار و کنز به تعبیر قرآن کنز شود، و این رقم باشه استاد یک نکته برای خودم و همه عزیزان خواب از سر ما پراند نکاتی که حضرت در مورد ابعاد کمتر شنیده شده امرو برو نیز بله بله همین رقم است و اخذ صدقات صدقات منظور زکات و صدقات واجب و صدقات مستحبی خب وقتی امر معروف نهی از منکر باشه هر چی سر جای خودش باشه بلد. زکاتی که گرفته می شود بر همون مسائل که قرآن عظیم و شان هشت مورد در قرآن تصریح شده بر همونو مصرف می و همون مصرف میشه و موازه ها بله وقتی خب اینا رو ما صدقات بگیریم قطعا اینا به جایگاه خودش مصرف میشه ده. حالا نتیجه سخن پس امر معروف و نهی از منکر آثار و برکات زیادی داره این واجب فراموش شده از جمله دعوت به اسلام جلوگیری از ستم تقسیم عادلانه ثروت میتونیم بگیم تقسیم عادلانه ثروت که حالا در قالب غنیمت و فی و چیزهای دیگر میتونه باشه مثلا امروز ثروت نفت ها. امروز نمیفهم ام ثروت زیادی که از طریق خدمات می آید گمرک یا پول از معدن از جاهای دیگه بالاخره اینا ثروت اینا باید عادلانه در بین مسلمانان چی شود تقسیم شود زکاتی هم که گرفته میشه اینا باید به صورت عادلانه باشه خب پس در اینجا امام حسین علیه السلام از امر به معروف و نهی از منکر صحبت کرد دقیقاً او چیزی که در وقت خروج وقتی امام حسین میخواست از مدینه رسول خدا خارج شوه و با یزید که گفت مثلی لبا لبا یا نگفت که من باید نمی گفت مثل من کسی که تفکر و اندیشه ای مرا داره با مثل یزید کسی که تفکر و اندیشه یزیدی رو داره باید نمیکنه خروج کرد اما یک وسیعت نمی برشت بر هازا ما به الحسین دقیقه پایانی است اخا محمد المعروف ابن الحنفیه اینی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي من خارج شدم بخاطر طلب اصلاح در امه جدم اصلاح كيا جناب اصلاح كيا زماني كي خرابي باشه طلب الاصلاح في امه جدي واريد ان امر بالمعروف ده. ما ارادم است كأمر امر معروف كنم و نهي از بسيرة و أسيرو جدي و سير كنم زندگي كنم طبق رسول خدا و پدرم علی و کسانی که بسیار تشکر نمی توانستند سیره پیغمبر و علی علیه السلام را تحمل کنند جمع شدن و امام حسین علیه السلام ای چراغ هدایت و ای کشتی نجات را بشاهدت رسند. بشا رسند بسیار تشکر است بسیار مفید بود انشالله که باشت. مورد سفاده ایزان واقع شده باشه سلام همه شما ایزان به خداوند بزرگ می سپاریم و قبل از اینکه که خداحافظی آخر من انجام بدیم از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و انشالله که در برنامه های بعد هم در ماه محرم همراه برنامه های خودتان از شبکه جهانی خادی باشید خدا نگهدار